سلام، خوش آمدید. بفرمایید. امیرعلی بابا خواهی اضافه بزنید، آبا رو نریز رو خودت دیگه. 23 هر ماه هم که می شد، زنای محله به نمایندگی از خانواده هاشون دور هم جمع می شدن تا ببینن این ماه اسم کدومشون از تو گلدون بیرون میاد. هر کسی برای پول قرعه کشی یه چاله‌ای تو زندگی کنده بود، به خصوص قرعه کشی اسفند ماه که 7-8 روز به عید مونده، همه واسه خودشون برنامه ریخته بودن و نیازمند و غیر نیازمند هم نداشت. مثلا سوری خانوم که هم شهریه دانشگاه دخترشو میداد هم قسط ماشین پسرشو، مونده بود اگه یه خواستگار در خونشو بزنه چیکار باید بکنه. یا همین بتول خانوم پاشو گذاشته بود بیخ گلوی شوهرش عباس آقا که الا و بلا باید ماشینو عوض کنی. فهیمه جان اسم خانوم آشوری هم بنویس. مرجان گفت اسمشو بنویسیم بعد خودش به باهاتون حساب میکنه. غریبه که نیست مرجان. فهیمه جان میگم مادر تا یادم نرفته اسم این خانم محمدی رم بنویس، 400 تومن قسطش همین الان. مو خانم مختار پولشو داده یا نه؟ آره مادر اونم داده. قربونت برم. علی گلم من الان جلسه مهمی هم با شما تماس میگیرم. سلام. به به سلام. تو این میون آذر خانم تکلیفش روشن بود، هر چی پول اضافه دستش می اومد می داد پای طلا. یه صندلی بیار برای آزاد. صندلی نمیخوام. صندلی زمین میشه. بفرمایید. چون من خوش فرمون نشسته بودم. شرمنده خدا. خیلی ممنون. بفرمایید. بفرمایید. خوبی شما؟ مرجانم بنویس. نه خب پول نداده میدونم. خواهرش گفتش که میاره میده. گفت آره. نصفت خانم جان. جانم ببخش. ببخشی دل هست. جان ببخش عزیزم مرجان نیومده. خب چون پا به ماست اینه که سختش بود. کجا خوشه بیاد؟ فریبا خواهرش فرستاده اونجا نشسته پیش سوری خانم. دیدم آره. آره. میگم زینت خانم زنگ زد. خب صدا سم میشه 1200 آره. دیگه خوب. آقا جهانگی دست شما درد نکنی شیرین است. شوهر فریبا رو دیده. خب شما ازش خبر نداری؟ نه بابا من کوشم اگه اصلا خبر داشته باشم. این خبر اصلا با دنبالش مشکل داره خودش. دورت بده من چه خبری دارم؟ نمیدونم. خب مثلا هم بکشم. سلام علیکم. زهره خانومم که تکلیفش معلوم بود، مستأجر بود و بعد از عید باید حتما پول روی پول پیش خونش میذاشت که صاحب خونش عذرشو نخواد. سلام علیکم زهره خانوم. آنیه جان چطوری؟ بابا حالت خوب؟ برو آقا عوض ماشالتون بشه. امروز خوب سرتون شلوغ بوده؟ چه فایده زهره خانوم، همشون دستاشو شکسته پیکسته بود، یکی نکرد یه پولی کف دست ما بذاره. اب نداره عوضی ثواب کردی. سلامت بودی ماشاءالله. بفرمایید بفرمایید داخل. سلام بفرم. مادر خودو خیس نکن یا هوا سرده. سلام سلام خوش آمدین. بفرمایید. خیلی خوش آمدین. خوش آمدین. آره دیگه ببخشید. خدا بعد وزش رو نمیدونم هرچی دکمش میزنم خواهی قرمزه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. گرفتم و بگردم دوباره باشه از باشی سکر. سلام زوره. سلام. امیرعلی بابا جانم برو برای من یک کبریت بیار. آقا جون خواهی سیگار بکشی؟ بابا کش باری کلو. هانیه جان، مادر، بودو بیا بالا، بودو، مواظب باش دورا. بله ماما، ببینم ماما اینو میشناسی؟ از چه منظر؟ برای من منظر پنظر نگو، فرنگیس اسمشو میخواد. آره میخواد تحقیق کنه راجع به برادرش. اتفاقا خیلی دختر خوبه با شخصیته. ولی پس حل دیگه. اسم و شماره‌اش رو داریم. اگه بعد داداشو میخواد پدر داداشو شما نمیخوره. مامان جان چند روز دیگه عقدشه. برو دیگه. خودتم خفه نکن. حاج خانم. بهجت خانم. شما کارت میکشی یا پول نقد میدی؟ کارت چی؟ کارت نه، پول قسط قرعه کشی تو. من پول مفت به کسی نمیدم. پول مفت چیه؟ پا برای چی اینجایی؟ کسی مرده اینجا؟ زهره جان، تو بیا یه چیز بگو.
پس برای چی اومد اینجا شما؟ حاج خانم من خودم توضیح میدم. حاج خانم اینجا قرعه کشیه. شما هم الان باید پول قسط تو بدی. کارت میکشی یا همینجوری نقدی میدی؟ من پول مف به کسی نمیدم. مگه شما خودت به نصرت نگفتی میخوای تو قرعه کشی باشی؟ نصرت کیه؟ آقا جون سیگار میکشی؟ هوا سرده بابا، تو خود سیگار میکشی بیا. امیرعلی بوده مامان برو تو اتاق پیش بابا بزرگت بشین زیر کرسی. بابا بزرگش مریضه رفته دکتر. ببین سرما میخوری باید به دکتر. پاشو من خودم مراقبشم، این ذخیره داره. شما برو. آقا سرده، دستش تو آبه. بابا برو، من برو دیگه بیچاره شدم. امیرعلی بابا جانم مریض نشی بابا، آب بازی نکن. باریکلا بابا، عجب مصیبتی گیر کرد. خانومای محترم اگه حاضرین قرعه کشی رو شروع کنیم. حاضرین؟ بله بله حتما. فقط یه لطفی کنن خانومایی که قسطشون رو ندادن بشین مادر. قسطشون رو ندادن تا فردا بیارن بدن. بله نصر خانم جان میدونین چرا دورتون بگردن؟ برای که مثلا اونایی که سه سهم داشتن یه وقت حقشون ضایع نشه. اجازه میدی؟ بفرمایید خواهش میکنم. بفرم مادر اون گوشی رو بذار کنار. بشین. اسم بشارت خانم ما نوشتم انداختم ولی قسطش رو نداد، میگه اومدم خط. مادر اون قرصش رو بخوره میاره قسطش میده. بفرمایید پذیرایی رو هم بذارین برا بعد. بفرمایید اینو بنویسم برم. کجا کجا قربونت برم دختر گلم. من میرم پایین. باید قر باشه مادر. راست میگی؟ بله نوبت شماست. خیلی هم خوب و عالی. یه بسم الله بگو حسابی همش بزن. خب خانوما یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل در اومد. یعنی چی؟ ببینید میرسه بطول خانم. من خودم اومدم پایین
قره دستم افتاد؟ آره افتاد، من برش داشتم. اصلا کی قره کلی کردیم؟ بده ببینم. بهتون خانم از کجا میدونیم راست میگی؟ دست شما درد نکنه. فکر میکنید من دروغ میگم؟ شما کی تا حالا دیدین من دروغ گفتم؟ چه دروغ میگم؟ دروغ که نمیگی شما. ببینید اینا قره به نام بهتون. توجه، توجه. به عنوان تنها مرد ناظر بر کل قره کشی ها تا کنون اعلام می‌دارم به خاطر حادثه غیر مترقبه ترکیدگی جلسه قره کشی کنونی ملغا می‌باشد. از تشریک مساعی همگی سپاسگزارم. جلسه و مکان بعدی قره کشی متعاقباً اعلام خواهد شد. آرامش بازنشستگی پیشکش. من به تنها چیزی که فکر نمی کردم یه بازنشستگی پر سر و صدا بود. خانوما خانوما چرا قش شلوغش میکنید؟ عصبم خورد کردید؟ ادامه قره کشی برای فرداست. بفرم از کجا معلوم که اسم من دوباره در بیاد؟ اصلا از کجا معلوم شما علکی یه چیزی نتونید؟ خانوم چه قره کشی رو به هم بزنید؟ من میخواستی که قره کشی رو به هم بزنید. بده ببینم. بطور خانم این حرفا خیلی زشته. از این به بعد من تو هیچ قره کشی شرکت نمی کنم. تمام. از این به بعدم با شوهر من در مگه چی شده؟ دامادت یه عالمه ترقر. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. خانوما فردا، فردا بفرمایین. خداحافظ، خداحافظ. بفرمایین، خوش اومدی، قربون قدمتون. ببخشیدا مریض شدید بابا. سنبال تیوم، سنبال تیوم. چای میارم. خواهر تو جهانگیر اینجان؟ فریبا رفته قره کشی، آقا جهانگیرم یه جای کار داشت. برمیگردن آره؟ با بچه ها؟ یه امشبه ها. تو که اینو میشناسی این لنگر میندازه فقط 3 روز بارگیریش طول میکشه تا بره. به خاطر من. من به خاطر تو حاضرم با دمپای ابری برم بالای قله اورست. چی کار داری میکنی؟ وسایلش رو میذارم دم در برن. این از طرز طلبکاراش باشه اومده اینجا. فهمیده من شب عیدی پسندازی پسوف کردم اومده خراب شد رو سر من. اونم با این وضع تو. جان من. گلم، خانومم، آرومم، بارونم. چرا میگی جان من؟ چرا میگی جان من؟ کمک نمیخوای ماما؟ درد سر برای من نداشته باشین کمک کردن پیشکشتون. من چه؟ آبرو برای آدم نمیذاری که. اونه تو با اون شوهرت، اونم اون بابات. چرا داری به من میگی مادر من؟ من اگه دلم از اون خوش بود الان جمع نکرده بودم بیام اینجا. آخه مادر جون وقتی اینجایی مردم چی میگن ها؟ چقدر آدم را پوشونی کنه؟ ناراحتی جمع میکنم میرم. ای بابا نمیشه بهشون گفت بالا چشتون ابروه، زود بهشون بر میخوره. تو که میدونه نگو. آخه نمیشه که نگفت. اون از صبح جنگ و دعوا با اون عمل بنا، اینم از بعد از اون که تو این خونه بم ترکید. بله بله صداشم زیاد بود، نمیشد اصلا سرپوش گذاشت روش. بله حق داری. آخه نمیگی مردم پیش خودشون چی فکر میکنن؟ کم بال بال زدم که کسی نفهمه میونه ای دختره با شوهرش چجوریه؟ حالا باید یه جوری رفتار کنم که کسی نفهمه مردای این خونه این بچه ها ترقه و نارنجک قایم میکنن؟ مگه بچه ها تو خونه هاشون ترقه؟ چه میدونم مادر دیگه، جنگه جنگه، اینجا هم ساق مهماته. رفت نصرت بابا آمپولت زدی؟ میزنم بابا. قرصات هم بخور. با چی بخورم؟ با معده خودم. الان میارم برات. خیلی خوب. بابا جان مردم دم عیده گرفتارن به خدا. شما دو تا که قصتتون رو ندین. از اونا چه توقعی میشه داشت؟ بله حق داری. بزرم. حق داری بابا جان. حق داری. پشت 18 کاملا حق داری. خیلی نصرت بابا.
نصرت بابا این زنت ولکن نیست. اون به دیوار داره میگه یه جای دیگه بشنفه بابا جون. چی؟ من که پولم آماده است و فکر خودت دار. پولت آماده است، من الان پولم زیر کرسیه. شما 200 تومن تو بده، من میکشم بیرون میدم. خب نه خیر، همونو بده به جای بابا دیوار بدی. چطوری میشه؟ میگم ندارم. من که همیشه جای شما دارم سهمتون رو میدم، وظیفه‌م هم هست، ولی یه حقوق بازنشستگی پدر من با این همه خوشبختی، این همه خرج و برج و این وضع خونه است و این هم دختره که داره ببافا ببافا چیکار کنم؟ ماشاءالله ماشاءالله به فکر همه هستی، خوش غیرت غیر بابا. عجب گیری افتادیم ما. بابا شما گفتی من حساب باز کنم، وگرم منو چه به این خاله خام؟ خوب کردم من اشتباه کردم، گفتم قوره کشی برنده شدم بعد بود. 2 میلیونش خرج بابات کردی، 18 میلیون دیگر چگاه کردی؟ جوابگو نیستی. من که ممر رو در آمده دیگه اینم. من گفتم بابا جان خب ندارم، نه ندارم، از دامادت بیاد کره انبارشو بده چشم من پولم میدم. دم در الان دستش رو زنگ اومد بشین. مسخره من سوسه میام ازش میگیرم. همش ترکید دود شد هوا. کجای کاری؟ اصلش هنوز تو اتاقه. اسفند دود کردم که بوی کوفتی که ترکی در خونه بره بیرون. اصلش مگه چقدی که میگه اصلی کارش مونده؟ لابد انقدی هست که به ترک گسل تهران فعال شه. و خطرناکه، بذاریش دم در. چی رو بذار بیرون مادر من؟ چه درست چه غلط برای اینا پول داده اون. بله نصرت جان، تازه اگه اینا رو تکونش بده ممکن منفجر بشه. خوشه مادر، خوشه این بار بیرون خفه شدم. یکم شرقه من برای آقات بیارم. میگم زنگ بزن بهش به بهونه ای آشغال پاشغالا بیاد مهماتش جمع جور کنه. تکلیف ای دخترت بابا، تکلیفت برو. تکلیف برو مادر، برو تکلیف برو. تکلیفت هست آقا؟ میگم میگم برو تکلیف. امیرعلی جان برو بابا جان، درست برخورد کن. میگم زنگ بزنیم به باباش بیان اینجا باشو حرف بزنیم، ببینن آقا پسرشون چه دست گلی به آب داده. من میگم خوبه که تو قوره کشی بیمار قلبی و زن حامله نداشتیم. همون یه بیمار قلبی هم که داشتیم دستش با آقا توی یه کاسه. عوض تشریک مسایی سوسه میای. سوسه شما بابا مال مریضه داری میخوری. شما مریض شدی از سرت گذشته چه یک نه چه صد نه. بزن ما اینو بخوریم لاغل از تو نگیریم. زنگ بزن خب. زنگ میزنم خیلی خوب. دست در نکنه باجه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شلغم میخوریم. نه پخته که آدم از پخته هاش بخور. فلانزا از له میدونم اون بهونه میگیره مادر. اینو بخور بیشتر فرو میره تا بیرون بره. تو با آمپول بزنی، آمپول بزنی. چه گیری دادی به آمپول پدر من؟ میترسی از آمپول دیگه؟ من چه میترسم، من آمپول نمیزنم. میترسی دیگه؟ آره نه نه بچگی میترسی. نه من آمپول نمیزنم. پاشو زنگ بزن به مرجان، به شوهرش بگه بیاد آمپول اینو بزنه. نمیخواد بابا جان، بشین خودم میزنم. من 100 سال بذارم شما آمپول برام بزنید. برای چی نمیزنید؟ همون آمپول شوهر بتول خانم زدی سوزن. لا اله. اون با ادب میشد، بی تربیتی کرد. اصلا خودم زنگ میزنم به مرجان، به شوهرش بگی بیاد آمپولت بزنه. باش. میگم گفتی شوهر بتول خانم نهید اینجا پشت در. نه بابا حرف زدم حل شده. مطمئنی؟ مطمئن. بیا بیا حقت همون عادل آمپول زن بیاد. میخوری خب مریض میشی. این همه سبزی واسه 2 نفر آدمه؟ بابا شبید من شرایطم اینو ول کن. بتول واقعا قهر کرده. آره واقعا قهر کرد. تو این هاگیر واگیر انتظار داشت همه بهش بگن آره آره تو راست میگی. خب نمیشه که. خب شبید دیگه همه احتیاج به پول دارن. مگه گلچین خانم نیست؟ شوهرش عمل جراحی داره، مجبوره بره خارج از کشور. خب اونم احتیاج به پول داره دیگه، ولی چیزی نمیگه که. بچه شدی یا گلچین خانم تا حالا 20 بار شوهرش رو برای عمل برده خارج از کشور. هر دفعه هم یه کشور. سر پیری بهونه پیدا کردن دور دنیا رو بگردن. شکرم میخوری؟ 4 تا قاشق. 4 تا؟ قندم پایینه. خب توالت شما انقدر راحتی آدم نمیخواد از توش بیاد بیرون. شما کلان هر جا میری دلت نمیخواد بری بیرون. مطلق میندازی؟ چقدر بهت بر میخوره؟ بده من برو تلویزیون نگاه کن.
چی شده؟ مگه توهین کردم الان؟ توهین نکردی، موقعی که رو آمبولانس بودی هر کار دوست داشتی کردی. شوهرت خستگیش در رفت و خونش را افتاد. توقعی داری فریبا؟ همین که قبول کرده شما اینجا بمونید خیلی دیگه. الان میگم برید تو اتاق. آفرین. بود ببینم. تو تحملت زیاده حاجی جان. دخترم شما که اینجا هنوز. برو بابا جان. حرف حسابی چیه شما؟ از چی ناراحتی؟ از هزار یک مورد ناراحتم. یکیش. یک دو سه. کدوم آدمی زادی میره از همراه مریض یه تیر میگیره کیلومتری 10,000 تومان؟ بابا یه مسئولیتی رو به من سپردم، منم تو رو درواسی اون مسئولیت رو قبول کردم، در قبال قبول کردن اون مسئولیت یه وجهی گرفتم همین. اصلا شما میدونی مسئولیت یعنی چی؟ بله. یعنی چی؟ یعنی مجموعه ای از اعمالی که برای یه برو خودت رو مسخره کن. آقا برو خودت رو مسخره کن. آبروی منو جلوی همکارام بردی، نمیتونم با همکارام چش تو چش بشم. برای من حالا مثلا اینه دیدید کن بره با من چه جوری ام؟ مثل من باش نه. این پا داغون شد حرف میزنم، از هیچ کسیم هیچ کینه‌ای به دل نمیگیرم. چه ربطی داشت به پا؟ ربطش اینه اگه همین شما عذر من نمیخواستی الان داشتم رو آمبولانس کار میکردم، نمیرفتم پیک بدبخت بشم تو به پیشنهاد زنت برم در راستای جمع آوری اقساط قره کشی مردم و حفظ و حراست از آن در مقابل اشرار و مقاومت خدا. باو دست بزن الان بده کارم شدی؟ بچه چرا همچین میکنی؟ حالا من از تصویه خواستم، من فقط خواستم حقیقت رو بگم. آقا هر چیزی میشه پاشو بیندازه بیرون، پاشو بیندازه بیرون. یه جوری حرفی زن انگار پاشو از ته بریدن، انگار یادش رفته همه همسایه ها پول گذاشتن رو هم دیگه. آقا بره پلاتین بذاره تو پاش. نادر آره من پلاتین گذاشتم، ولی چرا یکی نیست به یکی؟ آره منم 300 داشتم، صبوری کردم، درد کشیدم، تحمل کردم. اصلا به این فکر کردی که من چجوری خرج زن و بچه‌مو در بیارم؟ پوست دستم چه بیدم تو خونه شد شدم رفت. نگاه این کارا رو میکنه برای اینکه حس ترحم مردم رو بر بیانگیزه. من گیزیدم فریبا بچه‌ها بلنش. چی شد باز؟ بچه‌ها بلنش. کی میسید نگفته؟ چیه؟ هیچ چیز زیادی زحمت دادیم تشریفونو میبری. یعنی چی؟ یعنی چی نداره تشریفونو میبری. ما یه چونو بگیره افتاد. نه ترس بابا، اون مثل روتل در دیوار میره بالا. آفرین بله. بابا تشویقش کن. بغلش نکو سنگینه بده. این بچه تشویق شده سنگینه بدش. یه آجناق عقده‌ای نبوده بالا سرش عقده‌اش. خیلی خب باشه تمامش کنین. آقا نصرت میگه میری آمپولشو بزنی یا نه؟ بگو کاپشنم و پوشم بیره. بله میان. منم لازم نکرده شما بیه. مگه شما نمیداشته تشریف نمیبردی؟ بیچاره من کینه‌ای نیستم، عقده‌ای نیستم، ناراحت نیشم، ولی لحظه یه زود میگذره. برو بابا شما یه چیزی درست کنیم بخوریم با هم دیگه. برگشتیم من دورم عادل خوبی؟ میگم داری میری پیش نصرت خانه، نه قصه این قره رم بده. چشم کنم چشم. شب عیدی اینو دیگه کجای دلمون بذاریم؟ هرچه پول میدیم نمیبریم که. به دلم افتاده این دفعه دیگه میبریم. جان من یه ذره با اینا مهربون تر باش. اینقدر میگم جان شما نکن خانومم گلم بارونم نگو جون شما. حالا شما برو بذار من یه دقیقه این شلوار رو تو خونه خودم عوض کنم. کوکو سبزی درست کنم یا قرمه سبزی؟ الان میام درست میکنم. یه چیز گوشتی بذار دوره هم میخوریم دیگه. همین شلوارو میکوشی؟ آره آره. اینجوری کنیم. مامان قمره. اوه نگی با اینجا این. وای نفهمه تو رو خدا. نه بابا فکر کنم زنگ زده خبر زنده یازه رو شاهین رو بده. تو فقط بچه ها تو ساکت کن. مامان جان سلام. بله بفهمی. سلام شما؟ بله خوب هستین شما؟ بله هستن مامان. چند لحظه کوچه خدمتون. مامان یواش. چیه دست پاچم خانم؟ خیلی خوب شد سبزی میخوام بزید در گوشم. الو سلام آذر خانم، حالتون خوبه؟ چه عجب یادی از ما کردی. بله بله هستی خونه. قربون قدمتون. چش منتظرتون میمونیم. باشه خداحافظ. خداحافظ. سلام برسونید. میخوام بیام ببیننت. چیو میخوام ببینم؟ نمیدونم. حالا خوبه هر دفعه تو قرعه کشی زول میزنه به هم. دیدی که شما خوب شد خونه رو رنگ زدی. مامان مگه میخوای بیاریشون اینجا؟ پس فکر کردی میبرمشون خونه مردم؟ ببخشید معذرت میخوام. حالا ما کجاییم؟
اون مردم دیگه. مامان جان شما فکر کن اصلا هفته دیگه جمشید داره همینجا نمیاد. اینطوری میخوای مهمون دعوت کنی؟ جمشیدم که هنوز دیوارو فکر کن تموم نکرده. شما مجبوری ببریشون بالا خونه آقای سرابی ازشون پذیرایی کنی. ببخشید شما مثلا میخواید سبزی قرمه بدی دست مردم. میکنه تو کیسه شسته رفته ترتیب میدی دست مردم. این که دخترتی دیگه. تماشورا. روسه. بی اجازه که نمیشه. باید زنگ بزنم اجازه بگیرم. الان من دیگه روم نمیشه. برای رنگ زدن همینجام کلی با منومن و خجالت بهشون زنگ زدم. اصلا گیری مازر خانم اینا بلند شدن اومدن اینجا بردیمشون تو سالن ازشون پذیرایی کردیم. دو روز دیگه که فامیلمون شدن خواستن بیان اینجا چه کار کنیم ها؟ خب دیگه خودت میگی فامیلمون شدن درو وا نمی‌کنیم روشون. ها؟ از دست تو. پرستو مامان، پرستو حالا این پسره چه کاره است؟ مرجان میگه مهندسی پزشکی خونده. مهندسی پزشکی کدوم؟ با همه. تو آزمایشگاه هم کار میکنه. انگارم یکی دوتا مغازه فرش‌پوشی از باباش بهش رسیده. ماشینی دستی چی؟ اصلا ماشینی دستی چی؟ اصلا بگو اسقاطی، بگو اصلا نفتالین زده، بگو پاره پوره. آقا بله رو بگو بره دیگه. گفتی آزمایشگاه داره؟ صبح به صبح میریم چکاپ. خوبه؟ کاش این دفعه قرعه به نام من در بیاد. تو شریعه پرستو قسط ماشین تو گیرم جمشیدی. آها نه دیگه ناکو ماما، اونو شما قول دادین که خودتون بدین. ناکو من با امید شما غربیلک و ول کردم، غلطک رو دارم میچسبم، دارم اینجا رو رنگ میکنم. پس پای حرفت وایسا. باشه دیوارو تموم کردی؟ یه خوردش حالا ریخته، اون درستش میکنم. بجام تمومش کن دیگه ماما. منم بگردم امشب این کارت یارانه رو پیدا کنم تا خرجش نکرده. بابا مشکل اینجاست که تو به من اعتماد نداری. آره اعتماد ندارم، به خاطر که میدونم شب عیدی از ترس طلبکارات اومدی خونه من لنگر بندازی کنگر بخوری. خدا دمت گرم، من با جیب خالی اومدم که زن و بچه‌م رویشون از دست دادم. من که ازت پول نخواستم. نه تو رو خدا بیا از من پول بخواه. نه نمی، حالا مگه ازت بخوام نمیدی؟ داشته باشی میدی دیگه. من مشتی این همه من تو خیابون با موتور خراب گیر کردم بهت زنگ زدم اومدی کمک کردی، حالا یه دفعه هم تو کمک کن. چی میشه؟ این که همون من شد که دوباره. با ما از حال و سر درد سرای تو رو ندارم. روزی ده دفعه خودم رو لعنت میکنم چرا تو رو آوردم روی ماشین کار بکنی. بابا یه جوری دهنشو پر میکنه انگار منو برده مدیر عامل شرکت کرده. حالا خوب اومدم راننده خودت شدم دیگه. نه اینکه آقا تو حجرهشون بودن داشتم با تلفن جابجا میکردن کشتی. آدر باشه خواستم دورت بگردم. بابا مسخره باشی. خندیدی آقا خندیدی. صبر کن بابا، تو اینجوری تون تون میدی که من نمیتونم پا به پات بیام. مثل قدیما نیستم که. بعدشم بابا دمت گرم، من خودم خرج تو کردم دیگه. مگه واسطه نشدم برای اون موقع که می‌خواستی زن بگیری؟ چجوری مادر زن راضی شد؟ کی برات رفت صحبت کرد؟ آقای واسطه، آقای دور بگرد. پس چرا این مادر زن تو که از بخت بعد مادر زن منم هست، تو تو خونش راه نمیده؟ این اصلا اول انقدر من دوستش با من خوب بود، یهو نمیدونم چجوری با من لط شد. واقعا نمیدونی؟ نه اوه زینت خانم، زینت خانم بریم دیگه دیگه. بابا چه عادی بود، عادی بریم. سلام علیکم زینت خانم. سلام علیکم. بطن راستتو چطوره؟ بطن راستش جراحی کردن. به به. سلام آقا جهانگیر. سلام علیکم. سلام مادر، پا چطوره؟ آه که دیگه پا نمیشه زینت خانم، این که دندون نیست که بکشی پل بزنی این پلن بکنی، باید دیگه سوخت و ساخت. دوت پس خریدی؟ نه نه زینت خانم، خدا حافظ. میگم دندون نیست که بکشی این پلن بکنی، نه پرش بکنی خوب بشی، دیگه باید سوخت و ساخت دیگه. حالا بالا غیرتن که میخواد خوب بشه؟ خوب شدنش هم سرماخوردگی نیست که قرص بخوری، شربت بخوری، کپسول بخوری، دراز بکشی خوب شی. حالا حالا هست. بله این پاستتون بدنه دیگه، از کار افتاده. ما کلی پول جمع کردیم واسه عمل پات. بله معلوم نیست به جای پلاتین چی گذاشتی. دست شما در نکنه، خیلی هم زحمت کشیدیم. خیلی قشنگ حرف میزن ها. بله خیلی قشنگ متلک میدازه. متلک کجا انداخت؟ خیلی محترمانه حرف زد، به نظر من محترمانه بود. بله بایسته بایسته آده کجا میدی؟ اینجا رو دیدی؟ میدونی اینجا کجاست؟ حل حادثه. من 6 ماه از اینجا جرات نمیکنم رد شم. ببین چه شیبی داره. محاسبه کردی نه؟ یاد اون روز میفتم واقعا پشتم میلرزه. در راستای پول و قول کشی آفرین، در راستای حفظ و حراست، حمله اشرار. 17 بار دستم کوبیدن به این پله ها تا پول از چنگم در بیارم. 27 پله رو افتادم پایین، پام داغون شد و همه اینا با مقاومت دارم حرف میزنم. کجا میری؟ بیا پاچالا جان بیا.
خجالت بکش باجناق با هم پاچولا. ناراحت شدی؟ نه بس خوشحال شدم تو داری نقص منو مسخره. شوخی کردم بابا. شوخی میکنی خب. خوب منم بهت بگم. الکو بواسم به تو چی میشه گفت؟ میخوای واکر بگیریم برا؟ خجالت بکش من نمیخوام نگاه کن. بابا شوخی بیا. میتونی بیا منو بگی. میتونی بیا دیگه. بفرمایین بفرمایین. کمش کنی مادر جمع کن خواهی نه بس خب میگم کم کن دیگه ده بار نگم همین نصرت 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 پاشو پاشو اومده آمپولت بزنن کلی بازی در نیار بذار بزنن برن خلاص بشن یالله این جهانگیر آوردی اینا موندنی شب جاشونو بنداز میخوابن هم اینجا لفتش ندی داوود خانوادش میخوان بیان نمیخواب اینا سر خونه زندگیم در بیارن بفرمایید حالا اگه استراحت بکنی دورش رو بگذرونی و نمیدونم دارو آمپول و سرم و ایناش رعایت کنی خوب میشی مثل پا نیست که نشه کاریش کرد تقصیر خودت جانگی بعد میمدی پیش خودم پا تو درست این روز اول جا منداختم میگی آقا عوض نو کردم اسطوره من این که در نرفته بوده که خورد شده پای من اونم در راستای جنابری اقساط قره‌کشی مردم و حفظ و حراست آن دافنی در برابر اشار و مقاومت من اون مسافتی که من قیل خوردم اگه تاکسی دربست میگردی صددار تومن فقط پول تاکسی دربستش میشد میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ برای این که من متعلق به همه مردم محله میباشم بلدی اصلا مزنی؟ آره بابا کارم آقا بس حالا این آنفولانزا تا حالا کسی رو کشته؟ نه چیز زیاد مهمی نیست 1200 بصری شدن یه 37 نفر فوت کردن اونا که مال شهرستان نه اینجا نه مازرا خانم کوچه پایین خدا بیامرز آره اون فقط کولت سن داشت اون فوت کرد در به من بزن در به من بزن بابا چیزی نیست یه دقیقه آروم باشی زدن یه دقیقه آروم باشی زدن یه دقیقه سوری خانم میگه قرعه کشی کجا برگزار میشه مگه براش پیامک نزدی مادر سنگی آدم نداری اونقدر که تو خونه اتفاق میفته خیلی خوب بگو خونه زهره خانم باش صحبت کردم به همم نزدیکه بابا امیرعلی نترسه بابا من تو زندگی ترسای زیادی رو تجربه کرده بودم ولی ترس از آن پول از یه جنس دیگه اینقدر ترسیده بودم که حضور جهانگیر به عنوان یه تهدید بالقوه رو فراموش کرده بودم جان بابا جان بابا بوش بابا آقا رضا سلام زینت خانم علیک سلام بابا جون پس این چند قد اجاره ما چی شد شما چرا زحمت کشیدی من خودم براتون می آوردم دیگه اجارتون رو تخم چشمای من الانم آماده است بفرمایید تو تقدیم کنم خیلی خوب بفرمایید تقدیم کنید ببینم بفرمایید زینت خانم بفرمایید بابا من که فرار نمی کردم گفتم پولتون آماده است میارم براتون لازم نبود که شما بیاین دیگه اینجا آقا رضا خو هی داری امروز فردا میکنی من رو حرفت حساب کرده بودم میخوام برم کلاس ایروبی زیارت خانم بفرمایید تو اینجا بعده ممنون همینجا خوبه بفرمایید تو تشکر همینجا باشه یه دقیقه وایسین الان میارم خدمت دست در نکنه مامان پس این غذا کی حاضر میشه الان حاضر میشه زیارت خانم بفرمایید تو بودو بابا اومد بفرمایید تو الان میام خدمت سلام زینت خانم زینت خانم بفرمایی شما خیلی ممنون من رژیمم زهره جان جا این پولی کرایه رو شما برداشتی؟ نه عزیزم من به پولی کرایه چی کار دارم
خب گذاشته بودم اینجا الان نیست. 5 تومانی و تراولا؟ آره دیگه همونا. بده باید بدم زینت خانم. مگه پول کرایه بود؟ یعنی چی بود؟ خب من فکر کردم پول قسط قرعه کشی دادمش نصرت خانم. آقا رضا بیرون سرد ها منجمد شدم. اومدم زینت خانم. بجام دیگه. من الان جواب زینت خانم رو چی بدم؟ اومده دم در کرایه‌ش رو می‌خواد. خب رضا جان من امروز به شما من نگفته بودم پول قسط قرعه کشی امروز بیاری. همونو ببر بده جای کرایه. کدوم پول زهره؟ من عصری رفتم پای دستگاه کارت بکشم، کارت اشکال داشت، زد که باید برم شعبه مبدأ. رضا کاش بهم میگفتی. یعنی نمیدونستی؟ نه به جون تو از کجا میدونستم؟ پوف بدیم، پوف بدیم، به بدیم، به بخوره، به بخوره. من چی بگم صدای غرغرش بلند میشه دیگه. حالا اب نداره، برو بهش بگو صبح کرایشو میاریم، هیچی نمیگه، برو بگو. چی بگم من؟ زینت خانم بسر اینو ببر. آه رضا، رضا، رضا رضا، برس رضا جان ببین ما فردا میخوایم مراسم قرعه کشی اینجا برگزار کنیم. 40-50 تا زن میان اینجا. تو خودت برو یه جوری باش حرف بزن آروم باشه. من بتونم این مراسمو برگزار کنم. آبرومو میبره جلو همسایه‌ها. میخوای همه اینا رو خودت بهش بگی؟ مامان من گشنمه. بچه‌ها گرسنه شده نمیبینی. برو خودت یه جوری بهش بگو. زهره من برو قربونت برم. برو بشی الان بابا پیاد شام میخوره. چی مامان؟ یه بحث بدین. زینت خانم. بنینی بحث بدین. زینت خانم ببخشید. آوردی؟ پیرن صورتی دل منو بردی خیلی خب جانم باشه بینم باشه آقا فتلا بیدیم چی میکنی؟ آخ نجون به اون نجون یادت دل دادم برو سر جد برو برو کل آفرین فتی 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 بدبخت شدم کارتو چیکارش کنم بابا اینو چیکارش کنم عجب گیری کردی فتی فتی، الان چه وقت خوابیدنه؟ پاشو، پاشو کار دارم پاشو با تو هم پاشو دیگه پاشو یه کارتو بده من، بعد بگیر بخواب خاک بر سر من که اینه جیب شوهرم